سلام، اشرف و لیبرتی دو کانونی هستند که در حال حاضر اشرفی ها در اونها کارزار آزادی رو دارن پیش میبرن. به رغم اینکه رژیم آخوندی و عواملش در عراق در تلاش برای زندان سازی در لیبرتی و اعمال فشار روی مجاهدین چیزی کم نگذاشتن که تک تک مواردش هم در اطلاعیه های شورا با جزئیات ذکر شدن، اما این وسط بسیجی های نظام پاک گیج شدن که بالاخره چه چیزی برای نظامشون بهتره؟ اینکه مجاهدین نرن لیبرتی، اینکه نه مجاهدین برن لیبرتی ولی اونجا بمونن، یا اینکه نه تو لیبرتی موقت باشن ولی سری برن کشور ثالث؟ بعد کدوم کشور برن؟ چون آمریکا که نباید برن، اروپا که نباید برن، کشورهای منطقه هم نباید برن، پس تکلیفشون چی باید بشه؟ اینا سوالاتی است که این روزها کله بسیجی‌ها رو حسابی ترکونده. به همین خاطر روزنامه همشهری همه این سوالات رو برداشت، برد پیش فیثاغورس خبره سازمان شناس نظام در کانون هابیلیان تا اون یه جوری این گره کور رو براشون باز کنه. سوال اول، آیا انتقال منافقین از کمپ اشرف به طور کامل انجام خواهد شد؟ اینکه آیا همه اعضای این گروه منتقل خواهند شد یا نه، اگر ما با گروهی مخالف و تا حدی منطقی مواجه بودیم شاید می توانستیم پیش بینی هایی در این زمینه داشته باشیم، اما در مورد این سازمان نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد. خب، هرچند که کارشناس نظام به گیجی خودش در این مورد اعتراف میکنه، اما در این حال نمیخواد کرسی کارشناسیش رو هم از دست بده و به همین خاطر یه تحلیل سالات فصلی که از هر چیزی توش یه مقدار باشه میذاره روی میز. خصوصا که سرکرده منافقین در شهر پاریس هم مکررن از فاجعه انسانی و عدم همکاری حرف میزنند و به هر حال این سیگنال ها نشان از آن دارد که سازمان قصد ندارد کار را تا انتها به صورت مسالمت آمیز دنبال کند. پیش بینی بنده این است که با توجه به اینکه دولت های عراق و ایران برای اونا پرونده قضایی باز کردن، سازمان منافقین به راحتی حاضر به ترک کمپ اشرف نخواهد شد. بله، اینم یه نمونه از منطق دو دو تا میشه پنج تای آخوندیه. چون دولت عراق در روند جابجایی نقض تعهد میکنه و مجاهدین شکایت کردن، و چون رژیم، یعنی مثلا قاضی صلواتی، برای مجاهدین پرونده باز کرده و این پرونده ها رو به دولت عراق هم داده، پس در نتیجه مجاهدین نمیخوان مسالمت آمیز از اشرف برن. تعجب نکنید، هر وقت که دو دو تا شد پنج تا، شما هم رفت این داستان رو خواهید فهمید. حالا بریم سراغ سوال دوم. آیا احتمال استقرار منافقین در کشور دیگری در منطقه وجود دارد؟ اساساً موضوع انتقال اعضا از کمپ اشرف به لیبرتی به خاطر اینه که چتر سازمانی به نام مجاهدین روی افراد گسترده نباشه. سازمان ملل تنها موضوع پناهجویی افراد رو مورد بررسی قرار میده، آن هم به طور فردی و مشروط به اینکه افراد از پیشینه و از عضویت سازمان خارج شوند و این خروج از سازمان مورد تایید و تضمین سازمان صلیب سرخ جهانی قرار بگیره. بنابراین ما دیگه شاهد تجمع افرادی تحت عنوان سازمان منافقین یا مجاهدین در یک کشور نخواهیم بود. اول برای اینکه یک کم دستمون بیاد که این کارشناس مطلع چقدر مطلع، یه سند ببینیم. فکر نکنید که این یک سند محرمانه است، نه خیر. این سند یک سند رسمیه که توی اخبارم اعلام شده. توی این سند که سربرگ رسمی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بالاش هست نوشته، هیچ گونه الزام رسمی و قانونی برای افراد برای جدا شدن از سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با موقعیت پناهندگی وجود ندارد. حالا جدا از حقیقت که توی این سند منعکس شده، این فیثاغورس عمدن توی این فرضیه تخیلیش روی این احتمال نمیره که خب اصلا توی همین فرضیه اگر خود افراد نخواستند که از عضویت سازمانشون خارج بشن چی؟ آیا اون وقت تجمع این افراد تحت عنوان سازمان مجاهدین ادامه پیدا میکنه یا نه؟ بریم سوال بعدی، شاید جواب بگیم. اخراج منافقین از کمپ اشرف بر آینده گروهک منافقین چه تأثیری دارد؟
قطعا اگر روند انتقال منافقین از کمپ اشرف به لیبرتی بر اساس قوانین بین المللی پیش بره و تا انتها دنبال بشه، منجر به فروپاشی کمپ اشرف به عنوان مهمترین پایگاه منافقین خواهد شد. اما از سالها قبل سازمان مجاهدین با همکاری سیستم امنیتی کشورهای غربی پایگاه‌های متعددی را عمدتاً در کشورهای اروپایی ایجاد کردند و به وسیله مقامات ارشد و هواداران قابل اطمینان‌تر فعالیت‌هاشون رو در اونجاها هم پیگیری می‌کنند. بنابراین با تخلیه کمپ اشرف ما شاهد فروپاشی منافقین نخواهیم بود. خب پس بسیجیان نظام دوباره برگشتن به همون سوال اول. اگر مجاهدین پایگاه‌های متعددی در کشورهای اروپایی ایجاد کردند و میتونن فعالیت‌هاشون رو توی اونجاها هم پیگیری کنند و فروپاشی هم در کار نیست، پس با این جابجایی چه چیزی گیر نظام اومد؟ مگه اصلا هدف جابجایی این نبود که دیگه چتر سازمان مجاهدین روی این افراد نباشه؟ پس بالاخره چی شد؟ گیجی کارشناسان نظام در برخورد با پدیده جابجایی مجاهدین از اشرف به لیبرتی پدیده جدیدی نیست. این موضوع در حرف‌های سایر مقامات نظام هم موج می‌زنه. از یه طرف اصرار دارن که لیبرتی فقط یک مکان موقته که یعنی ساکنانش نباید از هیچ امکاناتی برخوردار باشن، ولی از طرف دیگه اذعان دارن که رفتن به کشورهای ثالث یک چالش بزرگه و به این زودی‌ها امکان پذیر نیست. به این نمونه از سایت‌های وزارت اطلاعات توجه کنید. اگر انتقال به ترانزیت رو مرحله اول و بررسی پرونده پناهندگی رو مرحله دوم بدونیم، مرحله آخری هم وجود داره که پیدا کردن کشور یا کشورهایی به جهت پذیرش منافقین تحت عنوان پناهنده است. همین مرحله سوم به گفته مارتین کوبلر نماینده سازمان ملل در عراق سخت‌ترین مرحله اخراجه. این موضوع سبب شده که هنوز انجام مرحله اول به طور کامل به پایان نرسیده، مرحله آخر یا همان یافتن کشورهای پناهنده پذیر برای میزبانی بیش از 3000 نفر به عنوان بزرگترین چالش پیش رو مطرح باشد. پس تا اینجای کار این یکی اذعان داره که طرح جابجایی یا به قول این اخراج مجاهدین از عراق یک طرح شکست خورده است یا با یک چالش بزرگ مواجهه. حالا وقتی در مورد دلایل این شکست کندوکاو میکنیم، به موضوع جالبی برمیخوریم. مشکل در کاراکتر و ویژگی های تک تک مجاهدینه. یکی از دلایل عقب نشینی کشورها این است که با فرض ثبت نام و پذیرش هر 3000 نفر از اعضای کمپ اشرف به عنوان پناهنده، با افرادی روبرو هستیم که گذشته از تعداد بالا و بی سابقه دارای ویژگی هایی منحصر به فرد هستند که آنها را از زمره افراد عادی جدا می کنند. به عبارت دیگر منافقین یک گروه دور دیده هستند. نگاه گذرا به کارنامه منافقین نشان می دهد بسیاری از این افراد را می توان بمب‌های متحرکی نامید که فاقد اختیار شخصی و امکان تفکر و تعقل هستند و گوش به فرمان دستورات سرگردگان قرار دارند. بله، بالاخره حرف آخر رو زد. حرف اینه که مجاهدین دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که تک تک اونها رو برای ولی فقیه به بمب‌های متحرک تبدیل کرده. البته این کارشناس به یک تفاوت کوچیک اشاره نکرده. بمب رو شاید بشه خونسا کرد، ولی مجاهد خلق رو هرگز.